حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. بگم آقا جون، خلاصه مطلب هر چی بگم کم گفتم. یکی حاضر تمام زندگی و دار و ندارشو بده صاحب یه دونه بچه بشه، اون اخما یکم مثل ما نمیدونه از زور بچه چه خاکی تو سرش بریزه، همینطوری تو حیات ویلو هم. آقا جون باور کن مصیبتی شده، همچی تکون میخوری یا شکمش اومده بالا و یه نونخور دیگه اضافه شده. جلوگیری؟ جلوگیری کن داداش. من جلوگیری میکنم، اما درد من که یکی دوتا نی، این آخری رو میبینین. من فقط کنارش رد شدم که شکمش این بادکنک زد بیرون. شوخی میفرمایین؟ بنده هزار جور مطلب خشخاش گذاشتم، هر رقمش هر فرمش، اما از بچه هیچ خبری نشد که نشد. چه نجابتی. چه ارتباطی داره؟ خیلی هم مرتبطه. اه؟ من که سردر نمیارم. خدا کنه هیچ وقت سردر نیاری. خب حالا چیکارا کردی؟ هزار جور دوا درمون کردیم واسه خاطر این که دلمون واسه یه پسر کاکل سر یه توپل مپل یه ریزه شده. ما این توپل مپلا و کاکل زری ها تا دلت بخواد داریم، از هر رنگش، از هر فرمش. باز چی داری بلغور میکنی؟ دارم از وفاداری و نجابت تو و ساقا تعریف میکنم. خب پس بکن. میگه بکن، تعریف خوشش میکنم. خب حالا دو دربونت به کجاها کشیده؟ والا به تای خط رسیده، هرچی باشه امروز دیگه معلوم میشه. آره دوستش داری؟ کیو؟ زن تو میگه میگه. خب معلومه، میمیرم براش، کشتم مردشم. اون تنها کسیه که تو زندگی دارمش، فقط یه بچه، جای یه بچه میونم اون خاریه که اونم به امید حق یا بابون هوای میشه.
سلام آقا. سلام. سلام. به به سلام به روی ماه. آخه خب ببینم شیرالی اومده کلیده بگیره بره فروشگاه رو باز کنه یا نه؟ نه. نه؟ نه. با همه شریک دارن، ما هم شریک داریم. حالا خودتو عصبانی نکن سر صبحی. کدوم سر صبحی؟ لنگ زور شده اما مردی که هنوز کپه مرگشو گذاشته. لبلب من، لبلب تو مرگ من اون لب رد کن بیاد. خیلی خوب پس لوچه رو رد کن اقل اخ جون. اخ جون جدن که اخ جون 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 جدنم لبلب توی نه لبون افریده میاد ماش کنی یه من اختوف مینزه حالم به هم خود جان تو. لبلب من، لبلب تو به باقلیشه مثل کار نداری. نه نه گوش نگی گوش نگی جون نگی نرگس خانم چایی حاضره. آسه باش، مگه نمیبینی دارم تو خواب مچشم میگیرم؟ نرگس خانم تو خواب دیگه بیچاره رو راحت بذاری. خفه شو، بذار ببینم اون زنی که کیست. نرگس، بیا با من وفا کن. راستی که قربون اون لبای دوبر برگشتت بره. همور برگشتی بالایی، همور برگشتی پایینی. چون فکر نمی کنم خداوند هیچ زنی مثل تو آفریده باشه و درست کرده باشه. اوخ جون راحت شدی نرگس خانم، دیدین داره قربون صدقه شما میره. به تو بلند حرف زدی، اونم بیدار شد. دیز اینه که داره کلک سوار میکنه. دی بله دی بله جون مادرت، اگه من بیدار شده شان خوابم تو کفن کردم خوابم، هیچ کلکم تو کارم نیست. حرفا میزنه کی میکشی کی؟ سلام علیکم. قربونت برم شطور مرغ عشق من، تو کی از قفس پرپر زدی قربون اون لبولوچه بش خوابید برم؟ اولاً دشخر خودتی آ قربون عمت بری بل. دو یو من دش دیشب کدوم سیمون ما رفته بوده پده سخته بله آقا ببینم منو سیب نما دی آره تو حتما میام رفته بودی فیلم فارسی و سسک آبوشتی هنناخ کرده بوده که اینجور تو خواب آب از لک و لوچت آویزون شده بود پده سخت الوا. من آویزون شده بود؟ تو برو بیرون، برو بیرون چشم گوشت واز میشه. آخه تو که بهتر میدونی من اصلا سسبازی بلدم بکنم. تو سرت نزدم، بگو ببینم کدوم یکی از این آرتیست های سسکی توش بازی میکردن تا برم کی بود؟ تو بودی عشق من. به گونه پدرم میخندم دیگه خواب ببینم مرگی تو. فقط تو، فقط تو، فقط تو رو میبینم من. فقط تو، فقط تو. البته جنابالو به اضافه علنگواتو. شیرالی یا ارحم الراحمین چرا زودتر صدام نکردی؟ برو که خدا رحمت کرد، زود باش برو جوابشا بده. آخ خدا تو شکر. خدایا شکر این من عاجز کور ره. شیرالی دست چوراخ شزن. شیرالی زد تو سرم که سلامت کو پسر. سلام علیکم. علیک سلام. بازم که تا لنگ زور کپه مرگتو گذاشتی. کپه مرگ کدومه؟ من همین 3 ساعت پیش بلند شدم جان شما. ناشتایی من خوردم، لباسام هم پوشیدم، تو سریم هم خوردم، الان هی حاضرین بکشم بالا دیگه، حاضر سر حالم. سر حال بودن تو سرت بخوره، چرا هنوز نرفتی در فروشگاه رو باز کنی؟ ببینم امروز هم من باید برم لاشو وا کنم. ره مگه دیروز کی وا کرد؟ من خودم وا کردم. پریروز کی واز کرد؟ پریروز هم من خودم رفتم وا کردم. خب خش شیرالی تو تمام هیکلا هیکل کی سالارتر از همه هست؟ معلومه هیکل جناب عالی. خب تو تمام هیکلا هیکل کدوم پزملوکی کج و کوله تر و بدواره تر از همه هست؟ پزملوک؟ این وره درگاه فقط منم دیگه. 90% سهم فروشگاه مال کیه؟ پیشکش جناب عالی، یعنی مال حضرت عالیه. بله اون 10% تموندهش مال کدوم کره بازیه؟ مال بنگست 90% جنگ. خب پس بپر در فروشگاه رو باز کن، خدا رو هم شکر کن. بگیر. خب اخش خدایا شکر. اخش
اخش خیش. سلام. سلام. سپوز پاکن. پاکن. سپ باز با کفش گلی اومد تو. من از کنجا سپوریم به شریکی. چی داری؟ بله جناب 90%. 10% در خدمتی. بگوشه. مدل اون ماشین چنده؟ کدوم ماشین؟ اون ماشین 92. تابلوی بالاش چنده؟ بالاش این 47. اون یکی چی؟ اون که 26 دیگه معلومه. تابلوی بالاش چی؟ 12 است. چطور مگه؟ کسی به نظر دوازده نمیاد؟ نه به نظر من که اوزلی نمیاد. هیکل خودت چطور؟ نه اون مغز بوگندو چطور؟ نه مغزم هم نمیاد. آخه من چقدر باز تونه بیشوری تو رو بدم کل پوک. این دفعه رو خودم تونش میدم، دفعه دیگه شما بیدید. لاکردار با مال خودمون هرچی میکنی هیچی. جواب مردمو چجوری باید داد؟ بزنم تو مغز سرت. نه تو رو خود امروز نزن. آکل تا صبح دلت میخواد اینقدر زد تو سرم که نگو. آخه حقته، چرا حواستو جام نمیکنی؟ مگه خیال میکنی اون زنی که واسه من تفریق میذاره؟ دندت نرم شه که اون پولاش چشاتو کور کرد و رفتی باش عروسی کردی. بله ولی اگه باش عروسی نکرده بودم اون وقت 10% فروشگاه رو کجا میآوردیم؟ ببخشی یادم نبود که آقا مهریه گرفتم. دور دور آخر زمانی دیگه قربونت برم. مساوات زن و مرد پس چی مگه غیر اینه؟ خب دیگه برو پیکارت برو ببینم. خب میرم پیکارم ببین. حالا تو معقولاتم دخالت میکنه. آه شیرانی شیه شیه و زهر مار. خیلی خوب حالا که همچی شو شیرانی نیه. شیرانی این دیگه چیه؟ اون یه پاکت نامه است. کور که نیستم دارم میبینم. برو پیکاره. خیلی خوب میرم پیکارم. آورده بود در آورده. بیا برو بیا برو. سلام به روی ماهت ففر جونم. فرهاد عزیزم امیدوارم که حالت خوب بوده و در کمال سلامت بوده باشی. باری اگر از احوالات این جانب خواسته باشی سلامتی حاصل و ملالی نیست جز دوری شکل ماهت که آن هم به زودی زود برطرف شده و دیدارها تازه خواهد گردید. البته امیدوارم که توپل مپل مامانی خودت را، شهنازی خوشگلت را و اون روزها و شبهای فراموش نشدنی مشترک من را از یاد نبرده باشی. باری به هر جهت چون دلم بی اندازه برای تنگ شده سه‌شنبه ساعت 10 صبح با اتوبوس لوانتور وارد تهران می شدم. باقی بقایت جانم فدایت. خیش 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 جون باید دیدین جون از کجا میخوره؟ از چشمه میخوره؟ میگم که تو دیگه خسته شدی برش من واسهت پاک کنم. ببخشین جناب 90% آفتاب از کدوم طرف در اومده اولا بفرمی؟ مگه نه این که ما شریکی؟ خب بله منتها 10 به 90. مگه نه این که ما رفیقی؟ اخ قربونه اون رفیق گفتنه برم تا حالا به من نگفته بود رفیق قربونه تو. پس من اینجا رو تر تمیز میکنم در عوض تو یه دونه از اون ماشین خوشگله رو بردار برو بیرون هم یه گشتی بزن که دلت واسه هم یه دختر توپل مپل مامانی رو سوارش کن و ببرش تو یه هتل بخوابونش باشه؟ بخوابونم بخوابونم. خب بله معذرت میخوام با ما شوخیت گرفت جناب شاکر. نه شیرالی راستش بیچاره شدم. بیا تا بهت بگم چه خاکی به سرم شد. خدایا به خیر کن بیا. نکنه باز تو سری موسری منتظرم باشه. خب حالا برو پشت و اون میز بشی. جونی شما نفیم چه دم در خوبه. خواهش میکنم آخه من شرم حضورم میشه. برو بشی پشت میز. وقتی که من بهت اجازه دادم دادم. برو بشی پشت میز ببین چی کاره. اجازه دادی پس برم پشت میز. برو پشت میز. بشی رو سندلی. من 10% بیشتر نمیشینم. 90% چی میذارم رو میز. بشی پشت میز. بشی پشت میز. چشم. خب حالا اون نامه رو بردار بخون تا بفهمی چی به چیه. این نامه رو بردارم آره. بخونم تا بفهمم که چی به چیه. چشم با اجازه آره. بخون با اجازه اجازه اینطوری خاکی تو سرم شد خاکی تو سرم شد خاکی تو سرم شد
های خاک به توزرم شده ده. ببینم حالا شما چرا مثل بیدی مجنون میل از این لغوه گرفتی؟ آخه خنگ خدا، هیچ میدونی اگه پاشو بذاره تهرون و اون وقت زنم منو با اون ببینه چه رسوایی به پا بشه. خب منظور از غرض بنده اصلا به بنده چه مربوطه آقا؟ بله آقا دیشه اسم خوبه؟ پشت میز؟ ببین دختر اینقدر خوشگله، اینقدر توپله، اینقدر مامال کنه. مرگ من، مرگ تو. اوخ جون، اوخ جون. اگه ببینیش هوش از سرت میپره، یه گری یه ادایی که نگو. مرگ من، مرگ تو. ببینم حالا جون من راست میگی؟ میگم تو رو کفن کنم اگه یک کلومش رو دروغ گفته باشم. ندیده قش میکنی. یالا بپر برو گاراژ که امروز سشم از تو نستی که ساعت درم قربونه درم دایی فدات بشم که اینقدر به فکر منی. بس من رفتم امروز خوش باشم. برو خوش باش، برو ببینم زمین ها رو بشوری. یا خیلی خواه قربونه درم خوش باش. بلی یخی بس برم روشن کن. ده چرا برگشتی؟ سلام سلام. میدونی الانی که داشتم میرفتم و یه فکر عالی فرو رفت اینجای مخم. مرگ من، مرگ تو. میدونی فکر کردم اگه اون آکله منو تو خیابون با اون توپل مبوله. مرگ من، مرگ تو میگم. اما فقط یه آشغالی تو کاریم. دیگه چه آشغالی تو کاره؟ یخی میدونی که اون یه بچه داره. بچه؟ اما قول داده که همه دار و ندارش به اسم من بکنه، ولی هنوز که هنوز این کارو نکرده. اینی که اون توپل مبوله که قرار بود مال من باشه و مال خود باشه، مال من نباشه. صرف اینه که همون آکله مال من باشه. ما همون یه لقمه نون که از 10% زمین شوری در میاریم واسه همون کافیه. با اجازه شما دیگه بنده میرم به زمین شوریم برسم. با اجازت قربونت برم. خداحافظ. خودم نفهم چی گفتم. شیرعلی بیا خواهد تو سر بی ارزاد کنم. باش بز بکن. نه تکون نخون، همطوری که وایسدی وایسا. چی شده مگه؟ بعدم واسهت میگم، خوب گوش کن. اولندش باید طوری وانمود کنی که اصلا مخلص تو نمیشناسی. دومندش هرچی بهت گفتم مو به مو انجام میدی. حالیته؟ آره، اما اقلا چمیدونمو بگیر که خیلی سنگینه. اوزا خیت حرفشم نزن. خیلی خوب، باز چی کار کنم؟ جلوی در یه پونتیه که تلایی رنگ وایسده، سوار میشه و دیگه من جات خون نمیخوری تا حاجیت بیاد. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. آرتیس بازی ها واسه چیه؟ آخه زن خدا تو شکر، هیچ میدونی با اومدن چه بلایی داری به روزگارم میاری؟ ای روزگار، میبینی؟ حالا که فهمیده خاطر خواه شدم واسم گذاشته تاخچه بالا. تاخچه بالا کدومه؟ خاطر خواهی دیگه چیه؟ من زن دارم، من بچه دارم. چی گفتی فقط زن داری؟ خیلی خوب، حالا بچه هم دارم، مگه چه عیبی داره؟ ببین، زنت مال تو خونه است و بچه داری؟ منم مال ددره. نه یه چرا، برو کنار، برو کنار. من که نخواستم شوهرم بشی که اینطور دست پاچه شدی. خیلی خوب، نه چسبون خودتو انقصه به من. خیلی خوب تو هم، حالا کجا با این عجله؟ اولندش باز یه هتل موتوری باست جور کنم، دومندش ببینم چه خاکی باز به سرم بریزم. دیلم باست یه ذره شده. بینم کن بابا، من دیگه باز برم دیرم شده. کجا بری؟ اونم به این زودی؟ من تازه از راه رسیدم، نمیذارم بری، نمیذارم. آخه منم کلی کار زندگی دارم که بدش کردم اومدم. حالا چرا همچی میکنی؟ چرا اینجا رو چسبیدی به کو دختر؟ بگو تو. تو اوه جیگره تو. پس یه دقیقه بشین که اومدم. بشین دیگه. من باز برم فروشگاه، تو بری امروز وقتشو ندارم. تا خودتو شارژ کنی اومدم. شارژ؟
میترسم. چی میکنی خانم؟ نه یه جلو، نه یه جلو، میترسم. چی رو نه یه جلو؟ یا خدا. تو دیگه خاطر خامن نیستی مگه نه؟ من که بهت گفتم من دیگه زر بچه دارم. من دیگه نمیتونم، یعنی نمیتونم با تو باشم، نمیتونم. تو خیلی بدی. دل آدمو قاب میزنی، بعدش هم میزنی به چاک، بعدش هم میگی گذشته ها گذشته. آخه مگه میشه؟ حالا اینقدر خودتو به من نمار، برو کنار، برو کنار. نه خیلی ولکن نیست، چرا همچی میکنی؟ دستمو ولکن، دستمو ولکن، بو میگیره. چی؟ بو میگیره؟ بوی عطرتو میگیره، بوی تنتو. آها، بذار بگیره. بگیره؟ او راساسی گرفته؟ حالا جواب زنم و چی بدم تو خونه؟ اونو ولش، دمو داشته باش. چیه؟ واکن بینم چیه؟ چرا باز میکنی؟ بازر یراق میشی؟ بیا بینم خانم جو، برکن کمارو، بیا جلو، میگم کمارو برکن. من دیگه نمیتونم، من زن بچه دارم، نمیتونم با تو باشم. بدم کن. خیلی خوب، من دیگه باز برم، عوضش فردا شریکمو با ماشین میفرستم. خب تو ببرت تو شهر یه گشتی بزنی. پس میدونی چیه؟ میشه چیه؟ تو پول خورد دنبالت داری؟ پول خورد؟ پول خورد واسه چی؟ آخه وقتی داشتم میامدم اینقدر هول بودم یادم رفت دست چکمو دنبالم بیارم. نه خیال کنی من از اونا شما. خیر خوب باشی، بهت میدم، اما دفعه آخرت باشی. بگو تو. گرمش در نگیاد خوبی. نه حالا که بخونی چی میشه؟ مگه نمیخوای بیای سر میز؟ چرا، اومدم. میره بازم اوه اوه اوه. بالاخره میای یا نه؟ ها؟ اومدم. چیه؟ چرا زل زدی به من؟ تو داری چی کار میکنی؟ من داشتم چیز میکردم، یعنی داشتم این میکردم. آره یعنی این میکردم. چی؟ هیچی بابا، همینطوری عرقی. تو هیچ معلومه چی دیم؟ من چه به؟ آره تو. من چیزیم نیست. مثل مرغ سرکنده داری پروبار میزنی، تازه میگی چیزیت نیست. حالا دیگه ما مثل مرغ شدیم خانم. خانم ما ببخشین آقا خروسه، حالا واسم تعریف کن چرا داری هی دستاتو ازم قایم میکنی؟ دستامو قایم میکنم؟ آره دستاتو. آخه چرا من باز دستامو قایم بکنم؟ چه عرض کنم والا، منم میخواستم همینو بدونم. بیا دستم گرفتمش. خب حالا میخواد چی کارش کنی؟ آه بی تو چه مربوطه، مال خودمی. آخی آی مردم خدا، چقدر گشنمه. نه صبر کن، من میذارم دهنی. تو میذاری دهنی؟ آره. بذار بیا. آوردی خدیجه؟ آوردی خدیجه، بذاریش بکش. خب مرباش چطوره؟ حرف توش نیست، محشره، با لبای آدم بازی میکنه. خونگی؟ دستپخت خودت ده؟ نه دستپخت مادرمه، مخصوص تو پخته. چقدر بیمزه است. مگه مادر ترونه؟ مادرم؟ آره، مگه قرقه نکردم که پاشو تو تهرون نسره؟ اون که تهرون نایمده، مربا رو از شیراز فرستده. سطل خاک رو به کجاست؟ تو آشپزخونه. نگفتم بهش نگی خانو، آخرشم دعوا مرافعه این دوتا منو دیغ مرد میکنی. کدوم دومادی از مادر زن خوشش اومده که آقا دومیش باشه؟ برو گم شو. با چه بد اخلاق. فرقت کن، فرقت کن، فرقت کن،
فرفتن دلیلن چه برگه تو این وقت صبح داده بیداد را انداختی؟ ببینم هیکل کدومون سالارتر انبیه هم؟ خب معلومه هیکل من؟ پوز ملوکه کیه؟ خب معلومه دیگه تو؟ بس که خودم جناب 90% کیه؟ خب معلومه دیگه حاجی همونده خوره 10%ش کیه؟ خب معلومه دیگه تو بسیار خوب پس در جدت اون دست کلید محکم بزن تو صورتم که برم خدامو شو کنم و در فروشگاه رو وا کنم و خوب آبجارو بکنم ترتمیزش بکنم که جنابالی تشریف بیارین توش نه خیر امروز من میرم در واس میکنم آب و جاروشم میکنم عوضش تو میری خوده بشه اون دختر تو پل مپل مامانیه میگی من وقت نداشتم بیام تو رو فرستادم که با هم یه گشتی تو شهر بزنم خواهش میکنم از این لغمه واسه من نگی اگه خدای نکرده مادر فولاد زره احیانا من تو خیابون با اون یارو تو پل مپل ببینه اون چه خاکی تو سرم بریزم آخه چه خاکی به سرم بریزم خرگیر آوردی خیال میکنیم اگه زن من بنده رو با اون ببینه چه خاکی باز به سرم بریزم هر که خربوزی میخوره پای هندونش هم یه قری میده مگر اینه خب بله چی بله واسه چی بله واسه این که من و تو با هم شریک چه در نفعش چه در ضررش بنده بابت 90% خودم دیروز رفتم گاراژ و توپل مپوله رو آوردمش امروز هم تو بابت 10% سهم شرکتمون میبرش تو خیابونا و یه خوده میگردونش تموم شد هرچند که جناب عالی داری از شرکت ما سود استفاده میبری ولی خیلی خوب باشه من از ماجراجویی بدم که نمیاد هیچی یه چیزی هم همچین ممکنه خوشخوشانم بشه فقط یه چیزی بگو چه چیزی من از عاقبتش میترسم یعنی از اون آکله مادر فولاد زیره رو میگم شیرعلی شیر باش شیر که چیزی ترس و واهمه نداره دست حق به امراد برو خوش باش بعد از تو فروشگاه میبینمت خدافظ شیر باشم دست حق به امراد راست میگه چه شیر نباشم میاو با. نرم این شیر پاستوریزه سلام و حناقه یک ساعته سلام و کوفته کاری چی تو میشد که گاهی وقتا سلام کردنت میگیره خب بیمیری از هیبتت که آدم اینجوری میشه ها حالا یک هیبتی نشونت بدم درد بیدرمون گرفته کدوم گورسونی میخوایی بری چه همچین فیسان کرده یا قرقم بیله میای ها آخه میدونی امروز چند تا مشتری گردن کلوفت همچین آدم حسابی سیبیل از بناگوش در رفته که درش مرش که واسه یه معامله نون و آبدار میان به فروشگاه ها. اینه که فراد خان سفارش کرده به من که خودم رو نورانی و عطرانی کنم که به مزاج آقایون بسازه بنگ یک سازشی نشونت بدم پده سوخته تو گفتی و منم باورم شد ها میگم تو بمیری این حقیقتی دمرو چالت کردم اگه دروغ بگم تو بمیری مرگ تو راست میگم دمردی و هفت کفنم پوسوندی منو میخوای دمر تار بکنی پده سوخته حالا یک دمری نشونت بدم که حض بکنی به من تو بمیری میزنی آکلی گرفته ی الوار میگه شب نیای خونه Excuse me, pardon, دست بوسم مادمازل جیگر تو رو برم I love you یاد نرا جیار خنده تو برم کیه؟ چاکر خدمت گذارید
این شیرعلی شریک شرمنده فرهاد خان شوهر شیرین خانم که اومدم در خدمت دست بگیرم و ببرم دگر. بیا تو. آی به چشم اومدم الان دو. چرا وایسادی؟ آخه میدونی من یه خود خجالتی هستم. حالا بیا جلو یه خود پشتم و ماساژ. آخه میدونی من خیلی همچین زود شرم و حضورم میشه. اگه ممکنه این دستم بگیرین راهنمایی کنین، یعنی دستم بگیرین بزنین رو ماساژتون. ایناش این دستم بگیرین. آخ جون قربونش برم آخه. همینجا اما رو به بالا. رو به بالا خیش چشمام که با این عینک عین کورا شده. شدم کورعلی عوضی شیرعلی. اینجا کجاست؟ گودی کمره یا رو بالاتون این بره؟ وای عجب بالاتنه. قربون این بالا بزنیم زلفونو بزنم کنار جلوی مالش همو نگیره. خیلی خوب جان الان سب کن کاردیت بکنم هز کنیم مرگتو ماساژ داره نگه اینجوری نگه اوه یواش اوخ نکن یواش باش نداره ماساژ من بحث توش نداره ستا ساتورید نکنم خوشمزه نمیشه یه دقیقه سب کن بذار یه دقیقه سب کن یه زرفتون کولتو برقون بذار یواش شد کولت چه برقی افتاد مرگتو جون هز کرده ماساژ باید اینجوری باشه بله بالا بیاد پایین بالا پایین هی ماساژ باید محکم باشه یه خورده یواشتر یواشتر نداره ماساژ باید محکم باشه ولی ماساژ نیستش که میدونی اینا را زنم یاد گرفتم آخه اون یه موقع دلاک بود اکه خدا تو شکر مگه تو هم زن داری؟ داشتم ولی خوشبختانه هزار پا میدونی که رفت و گوشش مرد خوب دستش درد نکنه راحت شدی والا ده آخه پده سوخته کدوم راننده این خونوادگی پا میشه لنگ زور میاد سر کار ها شما چقدر خشنی خانم جون بنده درسته که راننده خانوادگی هستم اما تو سری خور خانوادگی که نیستن جانم ده هستی همه کسه دست آهای شیرین ده شیرین خانم چیه چی شده باز جناب یه آقای راننده یه خونوادگی تشریفشون آوردن شما چی تو تشریف میاری یا هنوزم بدک و دوزک داری با تو رو خدا نرگس خانم چرا خیابونو داری رو سرت میذاری اومدم ده خاک به تو سرت کنن اله خانم شما چرا خشنی میگم تو پول مپل من تو این چیزه رو از کجا بودی ها؟ کدوم چیزه رو؟ همون قلوم مسلم بگی ها رو کدوم چیزه رو؟ تو چقدر پول روی تو پول مپل من میخوای بهت بگم خوشت بیاد داره؟ وا والا این شیطون ببینم از من خوشت میاد کیه که خوشش نیاد؟ میدونی آدم وقتی تو رو میبینه یه حالتی بهش دست میده که هی دلش میخواد گاز بده هی گاز بده گاز بده گاز گاز بده گاز بده گاز بده گاز بده گاز بده هی گاز بده گاز بده گاز بده گاز بده گاز بده گاز بده که خفه کنه این بی تربیت وا والا وای مادر پولت جری ده وایسا ببینم پده سوخت البته ده بازم جا خالی کردی الان میکشی تقریبش ببینم کی
کی بود؟ خود تو بپوشونی آکلی که دیدی زنم بود، من ندید چجوری کک کوله بود. تو که گفتی زن ندارم. درسته که زن دارم، ولی باور کن هنوز که هنوزه پسره. حالا بین چه زنی دارم که بعد 20 سال هنوز پسره. وا بله، پس بجنبم که اون همی الان میرسه. ای بجنب خاک که سرت بکنم، مگه نمیبینی مذرف دارید از دستم در میره؟ خانم جو شما چرا انقدر خشنی؟ خشنم و این روزگارمه. تو آخه خشنی که این روزگارتی؟ شورم و دارن از دستم در میبرن، جخش و ماها میخواییم برای دون بشکن بزنم و بالا بندازم. شوهری که بتونن از دست آدم در ببرن مثلا جرز خوبه. یک جرزی نشونش بدم، یک جرزی نشونش بدم انقضه. یالا شیرالی دیگه کدوم سگی؟ اسم من موشلیه. ده اگه مردی بکش پاینتر تا نشونت بدم. مرد نیستم، پاینم نیم کشم. ده اگه مرد بودی که به یه زنه به این وجاهت خیانت نمی کردی. ده حروم لقمه، آخه این کیه جنسه چیگر زده که بقل دستت نشونده؟ ایجایی الان بگم این چیزه، به مرگ تو این سکرتری جدیدی مونه. یک سکرتری نشونت بدم، یک سکرتری نشونت بدم، یک سکرتری نشونت. باز جا خالی دادی پدری از درارم که به گربه بگوی مشغولم حسه. حالا نشونش میدم. میخواین چی کارش کنی؟ میخوام بکشمش. بیچاره شدم خدا جون، نه راه پایین دارم نه راه پس، یعنی عقب. آروم باش جونم، هنوز که اتفاقی نیفتاده. اون اتفاقی که باید پدرمو در بیاره افتاد دیگه، چه جوری میخوای بیفته؟ از اون بیفته وقتی که اومد اوضاع رو طوری راست‌ریس میکنیم که کاملا قانع بشه. اون کاملا میشه؟ چی میخوای بهش بگی که کاملا بشه؟ خب میگیم اونو آوردیم برای فروشندگی اتومبیل. اینا دنبال من راه نیا، میبینی عصبانی ام دارم قدم میزنم واسه دنبال من میاد. اصلا میدونی چیه؟ میگی منشیه. بازم حرفی داری؟ چی میکنی؟ تازه ببینم. خب اون وقت هوش کجا تامین میفرمایید؟ خب از شرکت میدی؟ بله، پولشو بنده بدم، اون وقت کیفشو شما ببرین. بله خیلی خوب، تو هم کیفشو بکن. کیف به ما نمیاد بابا، کیف ممکنه ما بیاد ولی کیف نمیاد. 10% این قضیه پای توه، میخوای بکن میخوای نکن. چی شد چی شد؟ اینجا 10%. مگه ما جنسیم که آقایون دارن 90% و 10%ش میکنن؟ عجب خنگی هستی ها، من دارم قضیه رو یه جوری سنبلش میکنم. خیتش نکنی من خیر میکنی. میگه بگو تو. خیر خب تو. ای داد شیرالی. جیبه من شیرالی نگو خره، به من بگو مشکلی. پس برو تو سوراخت که اومد. من؟ کی اومد؟ وای برو آکل گرفته پد سوخته. یعنی چی خانم؟ خفه خون بگیر، اصلا بگو ببینم تو اینجا چی کاره؟ بنده اینجا فروشندم. فروشندم؟
دل من دروغ نگو، آکل تو کجاد بروشندت در راستش را بگو ببینم. ای وای خانم، شما چرا قد خشنی؟ حالا کجاشا دیده ور پریده؟ بگو ببینم اون شیرن یه پده سوخته یه الوا تو کجا قایمش کرده؟ خدا من قایمش نکردم. ده بگو بگو تا تو فروشگاه تیر خالی نکردم. نه تو رو خدا، یه وقت خانم جو خالی نکنی. یا ده پس بگو کدوم گورسونی خودشو قایم کرده. زود باش. ها؟ اون توه. اون توه؟ آره بابا این توه هم. برو ایش رو فیش نکن، بیا من اینجا. وای این توه؟ آره همین زیرم. کیه؟ به نام قانون حمایت خونوادگی در رو وا کن و الا از همین جا یه تیر خالی میکنم تو مخت که ملاجت بره تو علاجت. فهمیدی چی گفتم؟ واز نمی کنم. یه چیز درازی تو دستته، تا نظر زمین واز نمی کنم. که وا نمی کنی؟ نه نمی کنم. خب خودم وا میکنم. وا کردن که کاری نداره. بکن. توی سلام. سلام و درده بی درمون. او تو رفته بودی چی کار؟ چورت بزنم. ببینم تو کی تاله جندارم شدی؟ آکل به دشت شدی؟ بلنگو ببینم شدی بود. بیا پای خدافش قربون. در میری؟ دستا بالا جام نخور. اگه مردی وایسا، مردی سم و با نمیشه همونجا بی حرکت وایسا. دستاتو ببر بالا. الان میخوای چیکار کنی؟ بای چیکار میخوای؟ بالا میخوام بکشمت. به خداوندی خدا قسم به مرگ تو، من هنوز که هنوز هم خودت میدونی پسرم بگه تو خط بخون، بگه این حرفا سرم نمیشه. اشده تا بگو که کار تموم. نرگس جون غلط کردم. نرگس ببر بالا. ای شری جون ببر بالا. ای بابا به دادم برسی. ببر بالا. به خدا به خدا باور کن من هنوز پسرم هستت. به دلم مرگ ببر بالا. دستا دردمندم مستمندم. ای گوش کن، پس بز برم آبم بخورم بعد بکش. وایسا میخوام بکشم. میخوام صاف خالی کنم. تو این چه کاری؟ شوخی شوخی داری؟ کار دست خدا بدیا. خیلی هم جدیه. تو من با اون هم دست من؟ هر دو تو خیانت پیشه این برای کجا فرام کنی؟ برش کن برش کن تو سرش بگیو من خواهد برش کن سرش باش قلبی برام ببینم چه برای به سر پسر او بردی. شیرالی 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 شوهرم رو با تیر زدم کشتمش. خب حالا راحت شدی که شوهر بیچاره تو کشتی؟ خب چرا وایسادی؟ یه کاری بکن. به من چه؟ خودت کشتیش؟ خودت هم به متوفیات تلفن بزن. متوفیات چه؟ بگو بیمارستان خبر کنه. خفه شو بگی بکن. این فضولیا به یه مرده نیومده. چه مرده نیستی؟ ببین تب دارم یا نه. در زمین ساعت چنده؟ نه بابا. شیرین خانم، شیرین خانم کجا این؟ شیرین خانم شیر. نرگس خانم شیر علی رو با تیر زده. خدا مرگم بده. حالا جن خاکی به سرم بریزم، شوهرم از دستم رفت. چند قد اذیتش میکردم این بیچاره رو، بعد بدبخ شدم. حالا چیکار بکنم؟ سلام. سلام. تو اینجا چیکار میکنی؟ این میگه شیر علی رو با تیر زدن، راسته؟ آره ولی میگه نرگس خانم تیرش زده، راسته؟ آره ولی خدا بگم چیکارت کنه؟ صدا تو بیار پایین، بعض خودش قراش میشه. تو دیگه شروع بشن. وای شیرین جونم، قربون قدت، خوب شد اومدی؟ دیدی چه خاکی به سرم شد؟ دیدی با دست خودم رو بیچاره کردم و رفت؟ شیرین جونم چیکار بکنم؟ خب هرچی میکشی از دست خودت میکشی. وای دیدی بیشور شدم؟ دیدی دستی خودم رو بیوه کردم؟ دیدی چه خاکی به سرم شد؟ همش تقصیر شوبره دیست. اگه شیرالی بیمیرد من دخ مرگ میشم. دندت نرم شه خانم جون، حالا که شیرالی مرد اون وقت قبلشو میفهمی. آخرش کار خودتو کردی. زنی که اصلا مخش قاطی پاتی تو ببینید. بیچاره شیرالی. همینو بگو. راست شیرین جون، این چیزه، این خانم چیزه. چی بهش میگم؟ بگو دیگه. منشی جدید فروشگاهمونه، تازه استخدامش میکردیم. سلام. سلام. راستی فرهاد خان، میگم نکنه یه وقت شیرالی کشکی کشکی غزل خدافزی رو بخونه ها؟ نه بابا، گوشتون بیجه 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 گوش بیجه بسکر برمید برمید. الان بیام. میبینی شوهر بیچاره من دارید میمیرد، اون وقت این جسد جیگر زده هر رو بکنه. عوض این حرفا خانم جون، برای شوهرت یه خورده دعا کن.
من که حواسم نیست، تو هر غلطی دلت میخواد بکن منم پشت سرت میام. ببین خانم جون، اگه میخوای خدا نجاتش بده باید قسم بخوری که دیگه بهش حسادت که اون خره مرادشو سوار بشه تو من دق مرگ بشه. این حرفا رو بذار کنار، اگه میخوای زنده باشه باید برای 2 سال قسم بخوری که بهش حسادت نکنی. باشد قسم میخورم، اما برای 2 روز. واسه 2 ماه فوته اینا، واسه 1 هفته دیگه جای چونه زدنم ندارید. خیلی خوب قبول. آره خیلی خوب بری. خدایا خودت به این شیرنی کمک بکن. اینم 90 درصد. خلاصش کنم که شانس آوردی. میدونی چی نموده بود که دیگه 10 درصد بشی؟ خدایا خودت نجاتش بده. خودتو بزن به مریضی. زیر مریضی بفرم. آره بشم بشم. اخ نارخ سلام علیکم. یواش مواظب باش شما بعدی داره میپیچه. مواظب عزیز بدینم شورجونم. شورجونم و زهر مار، من دیگه مردنی هم با تو هم هیچ کاری نداره. بریم آقا بریم آقا بریم آقا بریم آقا. آقای دکتر سلام علیکم، چطور است حال شما؟ آقای دکتر تو رو به خدا بگو ببینم گلوله به کجای شوهر من خورده است که منار جنبون شده است ها؟ هیچ جاش خانم، فقط یه کمی پاشو خراش داده، اونم تا چند روز دیگه خوب میشه. دریم گرلا همچی شدی تاره دیده بودی؟ بفرمید. نه خیلی شما بفرمید. جون شما نمیشه خواهش میکنم. خواهش میکنم سنی برو دیگه برو. ای بی حیا، اون که چیزیش نشد از آتو بی خودی وادارم کدی قسم بخورم. دیگه کار از کار گذشته و قسم خوردی خانم جون. به قول معروف آش کش که خالته، بخوری پاته نخوری پاته. اخبام اخبام خدا ذلیلت کنه. میبینی چه روزگار من آوردی؟ تاله یه همچیزی تو گشت دیده بودی؟ ببینم تو تیر خوردی؟ حق باز به جان مادرت، یه تیر خوردم به این قلم بگی این تیر چراغ وقت به مرگ تو، تیر خورده به قلبم رفته تو پام سیخ بایستده. آکه امیدوارم که هرچی حق بازه زیر گل بره انشالله. بش باز حالا فهمیدی که حق با من بود؟ من این پدر سوخته رو میشناسم، خب میشناسم این منم مسکی دارم اینو میشناسم. بله تو چی هستی؟ قوی چیه؟ نه جون شما نمیتونم بخورم، من تازه تیر خوردم، اینه که میل به چای ندارم، نمیتونم چای بخورم. حال کتک خوردنم ندارم. نه جون من جلو نیا، نمیتونم بخورم. گفتم نمیخوام تیر خوردم نمیتونم. از اینا گذشته اصلا پام ناقصه، نمیتونم. دیگه تو بهش بگو که پای من ناقصه، نمیخورم بابا. ده به تمرک سر جاتو انقض ادا اصول نیا حق باز الواد. ده به تمرک همیشه تو برم. این کیه دیگه؟ بعد 10 سال میخوام برم مرخصی. اینه که خواهرزادم آوردم جا خودم. چرا از این خوب خوباش آوردی؟ تو میخوای مامانه به اذان بشونی؟ مگه اصلا نرگس خانم موافقت کرده آوردی یا نکرده آوردی؟ اوه خانم قسم خورده که تا 1 هفته به شما حسودی نکنه. پس اینه که اینه میگم، حالا که همچینه تو برو تو حیل لب بافتی دراز بکش، من میام از رود میپرم. ببینم چی داری ما هم بلغور میکنی؟ بهشون میگم زیاد حرکت نکنن، ممکنه پاشون خراب بشه. میگه تکون بعدی خوش که مرگش نیست، آتیش به جون گرفته. چاییتو بذار و گورتو گم کن که خودش داره خراب میشه. والا به خود شیرعلی حق داری، آخه اینم شد زن. زن کدومه؟ بگو آکله. واقعا که بیچاره شیرعلی. خب هر کی هم جای اون بود به زنش خیانت میکرد. خیانت؟ خب حق داره اگرم خیانت بکنی. حق کدومه؟ کسی حق نداره به زنش خیانت کنه. خب تازشم اگه شیرعلی خیانت کنه گناهی نکردی. اون دختره که من دیدم کلی از زن خودش سرتره. دختره کدومه شیرین جون؟ شیرعلی علی حرفا نیست. خودتو دیگه لاپوشونی نکن. بها حالا بیا و درستش کن. حالا چرا اینقدر را میری؟ مگه ناراحتی؟ من ناراحتم؟ کجام ناراحته؟ بفرمی. آها نشستم، حالا خوب شد؟ آره ولی به هم بگو ببینم تو چرا داری اینقدر جوش شیرعلی رو میزنی؟ واسه این که شریکمه، واسه این که تو داری حق و ناحق میکنی. از همه اینا گذشته، مگه خیال زنی مثل اون حاضره به مردی مثل شیرعلی حتی یه نگاه بکنه؟ چه برسه که باهاش بشه؟ واقعا که مسخره است. والا این یکیو داری راست میگی. اگه پای مرد خوشبر و روی مثل تو وسط بود یه چیزی. زنی که 100 تا نگاه که بهش مینداخت سرشو بخوره رو دست و پاش هم میافتاد. اما مردی با ریخت و شمایل شیرعلی، استغفرالله تو رو خدا ببین چه شکلی دارم گناه یکی دیگر رو میندازم گردن یکی دیگه. هیچ معلومه چی داری بلغور میکنی؟
اون زنی که کیه؟ کدوم زنی که؟ ده همون دیگه. یه منشیه. منشیه ها. هی زن، من یه تار موی تو رو به صد تایی مثل اون نمیدم. مگه قرار بود بری؟ نه. پس چرا اینقدر هول شدی؟ من که هنوز حرفی نزدم. آره آره معلومه که تو حرفی نزدی. راستی خاله کوچولو بچولو بود چطوره؟ بس ببینم تکم بکم میخوره یا نه؟ اخ جان آره آره داره دست و پا میزنه. کی داره دست و پا میزنی؟ خب بچه مون دیگه. خیال کردم خودتو. تو دیوونه شدی برا. میرم واسه به خدا. چه میدونم والا. بفرمی دی؟ مرگ تو. الو فافر جونم، فرهاد جونم. اه کی؟ کیه؟ سلام علیک حسن آقا. حسن آقا هست. حسن آقا. حسن آقا کیه؟ حسن آقا کیه؟ حسن آقا کیه؟ حسن آقا کیه؟ یه همونی که قرار بود از آلمان واسه ما بنز بیاره دیگه، اون حسن آقا هست. بلان و از این جور حرفا. خب بگو ببینم کی رسیدی؟ چی ماشی سلامته؟ نه میگه احتیاج به روغنکاری داره. کی؟ ماشین دیگه. خی؟ دادم ماشین ناپاش خبر کن. ماشین ناپاش برای چی؟ آخه تیش گرفته موتورشو میگم. حسن آقا دیگه چک کنی تا موتور ماشین حسن آقا از بی روغنی داغون نشده. خودتو برسون که سوختم. آخه این چه وقت سوختنه؟ حرفا میزنه ها. میدونی دست خودم که نیست. اگه نیایی هی میزنم. منتظرتم. میبینی ماشین مال آغاز و وقت زور زدنش مال بعد است. اونم واسه چی؟ واسه خاطر چندر گاز کمیسیون. اون وقت ما باز کرایه جا بدیم، منشی بیاریم، حقوق بهش بدیم، از اینجور حرف و فلانه و بیسارا جختش. حالا این وقت شب باز برنشی بریم روغم موتورش هم رو برا کنیم. اونم واسه چی؟ واسه خاطر یه لقمه چیزی اسمش هم یادم رفته. میبینی تو رو خدا چقدر آدم با زور بزنه نصف شبی باز بلنشه بره. کجا؟ همین بغل دور نیست. یه نگاهی به موتورش میرسم ببینم چه مرگشه. همین الان بر میگردم به مرگ خودت تا برشدم بکشه من ایتام. مواسبه اون کچه نمو چلوه باش نکره یه وقت سرم مرمایی بکنه. اومدم روغنو بزنم. اومدم کجایی؟ تو مگه به کلت زده دختر؟ اصلا تو شماره تلفن خونه من از کجا گیر آوردی؟ چیزی نیست که من بخوام و گیرش نیارم. هیچ میفهمی چه غلطی داری میخوری؟ داد نگیش سرم. آخه تو خب دوست دارم. تو داری زندگی منو بیریخ میکنی اون وقت میگی دوستم داری؟ خب میخوامت. میگی چی کار کنم ها؟ برو از این شهر برو پی کارت. اگه نرم؟ اگرم نری من دیگه با تو کاری ندارم. ولی من باهات کار دارم. تو؟ میدونی به زن تلفن میزنم و همه چیزو بهش میگم. یعنی بهت میاد که اینقدر پس فطرت باشی؟ بهت میاد؟ توی آینه به خودت نگاه کن و به هم بگو که توی لجاره بی آفته یه لجنیده. بگو برم کن بازمو شکستی. یعنی تو اینقدر لجنی که هیچی واسه اهمیت نداره؟ که مثل آب خوردن میتونی زندگی و آشیونه هر کسی رو که باشه به هم بپاشی و داغون کنی. آره؟ نه ببین من و تو یه مدتی با هم بودیم، حالا هر جوری میخوای حساب کن. اگه عشقته که اون یه مدت با لجن واسه خودت خرابش کنی پس بکن. به خدا من لجن نیستم. آیه نیستی پس دیگه نبینمت.
مرگته دیگه نمیتونم باش بازی کنم. از جاد چطور؟ میتونی بلند شی؟ حالا چطور؟ میتونی یا نه؟ ببین دیگه بسه. چی بسه؟ تو این مدت هزار تا رو واسط به تور زدم و به خاک سیاه نشوندم. خب که چی؟ دیگه از خودم بدم میاد. بگی چی کار بکنم؟ سفته همو پسم بده، زندگیمو، خودمو به این پس بده. دیگه از اینی که هستم خسته شدم. وقتی کسی واسه من فرق نمیکنه واسه هم نباید فرق کنم. متوجه شدی؟ نه. این رازیه که تو زندگی زنشه. خب اون کیه؟ بعدم میشناسیش. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ بریم تا وسط بگم. ولش کن. بنز 10% گردگیری میکنه. سلام. سلام تو کلام. واسه چی اومدی اینجا؟ سرم داد نکش. اگه اینجا اومدم واسه اینه که دوستت دارم. گورتو گم کن. باشه. گورم رو گم میکنم، ولی حالا که به اینجا کشیده بذار یه چیزی رو بهت بگم که تا ناق جیگرتو بسوزونه. این زنم زنم که میگی خیال میکنه کیه؟ اگه نمیدونی بدون که زیر سرش بلنده و یه هرزه عوضی بیشتر نیست. خفه شو، بزن به چاکلت جاره. الان یه تلفن به خونت بزن، اگه خونه بود یه توف بنداز تو صورت. بود و نبودش به تو هیچ دخلی نداره هری. یادت باشه زور که رفتی خونه اگه جلوت خورش گذاشت یه سریم با آشپز خونتون بزن، شاید اونجا چند تا قطعی خورشت کنسروی پیدا کردی. خوش باشی حضرت آقا. میگم یه وقت باور نکنی زنت نجیب ترین زن دنیاست. به خدا تو به کارت برس. دردرس فقط دردرس. چی؟ چی جوستی؟ تلفن رو بزنی.
داشتم تو سطر خاک رو به توف میکردم که چند تا قوطی کنسرف دیدم، خورشت قیمه بادم جون، فسنج جون. و غیره. آخه چیزه؟ چیزه؟ کدوم چیزه؟ آخه میدونی؟ آره میدونم، تو امروز صبح خونه نبودی. راستش رفته بودم سلمونی، برای همین بود که با کنسرو. سلمونی هم نبودی؟ پیش سلمونیت هم رفتم، اونجا هم نرفته بودی. آخه من آخه تو چی؟ آخه میدونی من دیگه اون سلمونی نمیرم. پس کدوم گورستونی رفته بودی؟ خیلی خوب، حالا چرا داد میکشی؟ مگه خیالت من چی کار کردم؟ دیگه اون روی سگ منو بالا نیار، تو همین الان به من دروغ گفتی. ما کی از این حرف رو با هم داشتی؟ خیلی خوب، من به دروغ گفتم واسه اینکه رفته بودم واسه مادرم خرید کنم و براش بفرستم. خب چرا این از اول نگفتی؟ واسه اینکه ترسیدم باز به خاطر مادرم قشقرق را بندازی. اون قشقرق بهتر از این نبود؟ ببینم تو اصلا چتی؟ هیچ وقت نشده بود که تو سرم داد بکشی. نمیدونم خودمم نمیتونم. خیلی خوب، حالا پاشو نهارتو بخور. دیگه حالشو ندارم، دیگه اشتها ندارم. مگه تو امروز سر کار نمیری؟ فعلا که نه حالشو دارم نه حوصله‌شو. حواست کجاست؟ ها؟ گوشی رو بذار سر جاش. حواس که نیست. تو اگه بخوای میتونی بری بیرون. من؟ نه میخواستم واسه لباس بچه چند جا برم، ولی باشه یه روز دیگه. هر طور که دلت میخواد. بلش کن، با من کار دارم. الو ده اگه مردشی دفع کن. آی بر پدر مادر هرچی مرد بازار لعنت. من میرم، برای نهارم بر نمیگردم. چرا؟ باید برم گمرو، که یادم نبود. خدافز. خدافز. الو سلام، مگه نگفتم که تلفن نزن؟ خب امروز دیر رفت بیرون. آره حالا از دیروز خبر نداری، واسه تو که هیچی مهم نیست. خیلی خوب، سفارششو دادم. آخه حوله که اندازه تو پیدا نمیشه. خیلی میترسم، تو رو خدا حواستو جمع کن که یه وقت گندش بالا نیاد. شما که صاحب کار ما این، به گردن ما حق داری شیرین خانوم. تو این محله غیر شما هر زن دیگه ایم که از این رمز رو موزاد داره پیش ما داره. خلاصه مواظب باش، اگه فرهاد بو ببره سرم مثل دسته گل میبره. خیالتون راحت باشه شیرین خانم، دفعه اولمون که نیست. ما واسه خیلی آوردیم و هیچ وری هم نفهمیده. خدا عوضت بده. پس این آکله چی شد؟ آکله؟ نرگس خانوم چه خبره؟ دونه صبح اول صبح میگه سر آوردیم، چرا آدمو دست پاچه میکنی؟ چه دونه؟ لنگ زوره نرگس خانوم، مگه نمیخوای بیای بریم خرید؟ توام که ساعت به ساعت فیسام میکنی و مگوید بیایم بریم خرید. آخه کدوم خرید؟ خب اگه نمیای بگو دیگه، چرا لیچار بار آدم میکنی؟ بریم غلام علی. خوش اومدی مشرف.
رفتم 20 تومن گوشت خریدم، از لبنیاتی هم شیر و ماست گرفتم. تو هم که همش برو بیرون بگرد. رفتم خرید، چیکار کنم؟ چیمچوری؟ من میخوام برم حموم. خب برو. اون وقت با چی خودم خوش کنم؟ این چند ساله با چی خودتو خوش میکردی؟ حوله خودم دیگه کنه شده، دیگه آدم رغبت نمیکنه به تنش بزنه. خب یه حوله برای خودت بخر، این که ماتم نداره. من بخرم؟ توقع داری حولتم من برات بخرم؟ من خیال میکردم تو به فکر منی، اینجور چیزا رو تو برای من میخری. ای تنبل خدا، یعنی میخوای بگی این روزا حول موره چیزی واسه من نخریدی؟ خب خب ای ناخلا، تو هم عجب بلایی هستی، یا هیچ وقت نمیشه تو رو غافل گیر کرد. تو از کجا فهمیدی من برات حول خریدم؟ آخه من علم غیب دارم. بگیر دیگه، اینقدر اصول دین نپرس. خیلی خوب باشه. چی میزنی؟ یعنی آب و آتیش میزنی؟ تو اونی که من میدونم شیرین خانم به چشم آبجی خانم نجیب ترین زن روزگار به خودم. حالا اگه حول اندازت نیست که اون تقصیر نداره، شاید چاق شدی. اگه غیر این بود یه ثانیه هم نمیذاشتم زنده باشه. خب پس دیگه این کارا واسه چیه؟ واسه این که دو دلم، واسه این که اصلا به تو چه مربوطه مردی که؟ تو پتشن نزن جناب 90 درصد، فقط رو چه خاکی به سرم بریزم بنده بریزم، مطمئن باش که خیلی خوب بهم میریزم. شیرین دوتا پسر خاله داره، یه پسر عمه یه نوه عمه. خب میخوام این حوله رو ببری ببینی اندازشون هست یا نه. و سلام. از کدوم شروع کنم؟ از نوه عمه یا عمه سنم؟ از همینجا، از پسر خالش. مرد حسابی، خجالتم خوب چیزیه. روز روشن پاشدی اومدی تو دفتر کار من، نه سلامی نه علیکی نه گذاشتی نه ورداشتی، یک کاره میگی بکن. مگه شهر هرته؟ داد نکش، صدای من خیلی از تو بلندتره، خیلی بی سر صدا، عین بچه آدم. هر چه زودتر پچلواتو بکن تا من دست به کار بشم. ببینی دست به کار چی بشی؟ دست به کار چی بشمش دیگه به خودم مربوطه، به تو مرتوب نیست. تو فقط بکن تا من ترتیب کارو بدم. اگه نکنم چی؟ اگه نکنی میدونی چی میشه؟ سر کارت با این میشه. یعنی تو کارت به اینجاها کشیده شیرعلی؟ اقلن از عینکم خجالت بکش. شاخه من از عینکیش خیلی بیشتر خوشم میاد. نفله بکن تا نکندم. پس تو صدیت تو داشتی و من نمیدونستم. ساس جد آبادی تره. یاله بچو بکش پایین، 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 برم بیزنم شیر بکنم. پشتش بفرم، بفرم، پشت کن. خیلی خوب، دست بکنی تو. دست بکنی تو. یاله دیگه چه فرم میشه؟ بعدم میفهمی چه فرم میشه. این بهترین فرم میشه، مدل جدیده. خیلی خوب، خیلی خوب. ببینم ات بچرخ، ببینم بچرخ، 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 دور خود بچرخ، 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 چرخی دارم برای دیسته نفری باسه. خیلی خوب، خیلی خوب. ایست آن، نه خیر، نه خیر، مسکی گوشاده مال تو نیست. درار بکن، 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 بکش بالا، بکش بالا، بکش بالا. اصلا معلومه منظور تو از این کار چیه؟ دنبال سارق ناموس میگردم، به تو گوشاد بود نمیخورد نفلی. بچه رو داری میری؟ ای سلام عرض میکنم و حالت چطوره؟ سلام شیرعلی، چطور از این طرف ها؟ سلام وسط میگم، داشتم توی هول و هوش میان و هوش میگشتم، گفتم بیام اینجا لختت کنم و برم. نه بابا، مرگ تو. مرگ خوده. تو بمیری باید بکنی. نه بابا، چه اومدی لختم کنی و برم یا؟ تو بمیری این حقیقته. اوکی، بلو بلو بلو. ای 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 ای، بردم از کنی، بردم از کنی. تو نکندم. یعنی چه؟ مرد حسابی منظور چیه جانم؟ منظورم اینه که درار. ببینم تو داری حتما شوخی میکنی جانم، مگه نه؟ ما با کسی شوخی نداریم، بکن ببینم. جدی که نمیگیری؟ اتفاقا خیلی هم جدی میگم. یعنی راست که من لخ بشم؟ بله زود باش، درار مطلق و عزت کار دارم. خب واسه چی؟ بعدا میفهمی. زود باش بکن. شیرعلی چه قباحت داره؟ اینجا محل کاره، اینجا من باید قرارداد امضا کنم، یه نفر میرسه. من چشمامو میبندم تا سه میشمورم، خیلی هم تون میشمورم، فهمیدی؟ اگه لختتو نبینم خلاصه دیگه شیردون میردون بی شیردون میردون، بس من گله نکنی، فهمیدی؟ بستم. چی؟ یکی یکی
دو و نیم یه رو به سیه ای داد نزدیکای سیه خود سیه وا میکنم وا میکنم وا کردم شیره بردی از این کار بچرخ بچرخ چه کار کنم خدا یا عجب دیری کرده ما حولم با خودش یالا اینه ترک کن ببینم دست بکن توش مطل نکن یالا بپوش ما حوله جانو بله پس چی ما فکر همین جاش کردیم حولم آوردیم خدا یا با امید تو بچرخ ببینم بچرخ مطل نکن بچرخ اینقدر بچرخ که سری گیر بده نه بیساب بونده معلوم نیست مالی کی هست عباسی خیلی خوب عباسی نیست مالی تو هم نیست بشین درار بگو اهم بفرمایید اینم یک نقطه خوش آب و هوا ولی زود راز نیازتون رو بکنین که من باید اون زنی که خشنم ببرمش خرید خفشو سرا میدونی اینجوری دیگه نمیتونیم ادامه بدیم درسته که من تو رو خیلی دوست دارم عاشقتم کشت مردتم ولی تو هم اینو یادت نره که من به هر حال یه زن شوهر دارم آه خیلی خوب اینطوری نگام نکن میگم بهش میگم ولی باور کن یه هایی نمیتونم این خبر رو بهش بدم میترسم خون جلوی چشاشو بگیر و کار دستم بدیم ببین نازناز من آخه یه خوردم باید مراعات منو بکنی بسه دیگه دستو بکش من دیگه از این قایم موشک بازی خسته شدم اگه شوهرت منو تو خونش نمیخواد را بده پس تو هم باید از این خونه بزنی به چاک چطوری یه نامه واسش بنویسی؟ یعنی میگی بهش التماس کنم؟ ببین مادر، اگه دلت میخواد بیای خونه ای ما زندگی کنی، باید من هر چی میگم گوش کنی. هر چی میگی گوش کنم؟ با این خاطراتی که از گذشته دارم؟ من هیچ وقت یادم نمیره پارسا شوهرت شب عیدی چه دعوایی با من کرد. بعدش هم از تو پنجره طبقه بالا پرتم کرد تو حیاط. حالا همچی میگی که هر کی ندونه خیالش از کجا پرتت کرده؟ همش از طبقه اول. وا، پس می‌خواستی از طبقه صدام پرتم کنه؟ آخه مادر همش تقصیر خودتی برای اینکه اخلاقت بدی یادت رفته که بعدش هم داداشم تو رو از خونش انداخت بیرون مردشون این زندگی رو ببره خیلی خوب دیگه بالاخره همه چی درست میشه ساعت 4:05 که سر فرهاد و دور دیدم خودم میام اگرم نیومدم غلام علی رانندمون میفرستم که ببرتت گردش کارمون ببین به کجا کشیده که حالا یک راننده فکسنی باید مونسمون باشه خیلی هم دلت بخواد خانوم منو که میبینی با کس کسونش نمی سلام آقا سلام پدر خالد چطوره؟ گربدک نیستی خب از وضع کارت پیش ما راضی هستی تصدقی سرت آقا جون ما هیچ وقت تو زندگیمون ناراحت و ناراضی نبودیم همینه که خوب موندی آقا زن نداریم ناراحتی هم نداریم اینه که خوب موندی آره آره راست میگی از اینا گذشته نیست که مدام پشت فرمونو در حال گشتی اینه که خوب موندی بله عجب هوای خوبیه آره آب هوای خیلی خوبیه زن من تو این چند روزه حالش هیچ خوب نیست هی بهش میگم ماشین که هست رانندم که هست برو یه خود بگرد زن میگرده آقا جون میگرده حالیمه ولی موضوع سر اینه که دوست داره همیشه تنهایی بره گردش من موندم که چرا راستش آقا جون ما همیشه اسرار مردم رو حذف میکنیم بارکالله خوب کاری میکنی راننده خانوادگی فقط کارش رانندگی که نیست حفظ اسرار خانوادگی مردم هم هست خب بله همینطوره خب بگو ببینم کجاها میرن گردش اونا رو کجاها میبری والا تو باغ پدری خودت یعنی تو اتاق خودم تو رخت خواب خودم بله تو رخت خواب خودتونم میخوابه میدونی شیراری آره میدونم ولی بگو میخوام بگم میدونی اینطوری نمیشه چطوری؟ میخوام که شهناز بیاد پیش ما کار کنه به نظر تو چطوره ها؟ ولی به نظر من که شهناز خیلی آفی گرد و قلومبه است ولی ببینم فکر همه چیش کردی یا نکردی؟ نکردی؟ خیلی فکر را کردم شیراری میدونی بودن شهناز این روزا لازمه لازمی بنده است یا این که لازمی جنابالی کدوم یکیش ها عوض این دریوری ها گوش کن ببین چی میگم اطاعت میشه قربان بگوشم جناب 90% بفرد من میرم فروشگاه تو میری هتل پیش شهناز و ورش میداری میاریش اونجا بعدش چطور تا خودم ترتیب کارش تو فروشگاه بدم میخواستم یه کاری واسه من انجام بدی تو میدونی که اگه جونم هم بخوای واسه ات میدم چیه
میخوام یه چند روزی بری تو باغ پدریم و یه سر گوشی آب بدی، ولی نباز کسی بفهمه که چی؟ که هر وقت زنم اونجا با کسی دیدی بلافاصله بهم تلفن بزنی. تو بمیری گندش بد جوری داره بالا میاد. تو ناراحت چی هستی؟ من ناراحت چیزی نیستم، ولی کار راستی راستی داره بیخ پیدا میکنه. ما هم همینو میخوایم، مگه غیر اینه؟ ببین، ما همه جور کاری کردیم، همه جور تلهی گذاشتیم، ولی از این تله ها تو کارمون نبوده. میدونی داره بوی خون میاد. خب بذار بیاد. یعنی تو میگی بذارم یارو کلک زنشو بکنه؟ اگه هم خواست بکنه بذار بکنه. تو هیچ وقت تو این مایه ها نبودی. کار ما همیشه سرکیسه کردن معمولی بوده، ولی تو چرا این دفعه عوض شدی؟ چرا پای همه چیزش وایسادی؟ شنیدم که اون علاوه بر پول زیاد ملک و املاک فراوانی هم داره. اگه این کارو با آخر برسونی نونمون تو روغنه. اون وقتی که تا آخر عمرم دور این کارا رو خیت میکشم. یعنی به قیمت جون یه آدم؟ من و تو به خودمون فکر میکنیم، من غیر اینه. آره غیر اینه، از دست منم دیگه کاری ساخته نیست. بیلم کن نازی. خوفم کردی. من و تو به خودمون فکر میکنیم، غیر اینه. نه بیلم کن. جای این زنه که رو تو باید پر کنی. وقتی آب از آسیاب افتاد اون وقت زنش میشی، وقتی هم زنش شدی کار تمومه. تو میدونی که من یه روزی فرهاد دوستش داشتم. حالا هم دوستش داشته باش. میخوامش، ولی نه با دوز و کلک، نه با خونه خرابیش. زن که نباید فقط برارو داشته باشه. ای بابا چی رو ای بابا؟ زن باید دردو باشه، آپارتی باشه تا بتونه چورشو تو مشتش میگرده. آپارتیگری تو سرش بخوره، اقلا یه کمی کیاست داشته باشه. تو با این کیاستت کجا رو گرفتی که من بخوام بگیرم؟ خوابه شیرین جون، شورت داره دز دستت میره. جخ تو چی داری مگوی؟ ببین نرگس خانوم، اون چند وقته که گرفته است درسته. خب چند وقته که با هم اوقات تلخی میکنه، اینم درسته. خب لابد یه دردیش هست، لابد از بیرون ناراحتی چیزی داره. به من میدونم که مرگشه، ده زیر سرش بلند شده است. اون دختره ددریش کرده. ده منم اگه جای اون بودم ددری میشدم جون دلم. تو آخه چی کمتر از اونه؟ کمالات نداری که داری، برارو نداری که داری، فقط عقد اون کلیگه پوکت نداری. خب حالا میگیم چی کار کنم؟ ملیه خانم جوش نزن، من یه فکر بکری به سرم زده است. چه فکری؟ من به این شیرعلی پد سوخته موگم این دختره، یعنی فروشنده جدیدشونو دعوت کند که بیا تو جشن تولد شیرین خانم. خب که چی بشه؟ ها که چی بشه؟ اولندش وقتی اونو با فراد خان نزدیک به نزدیک هم دیدیم میفهمیم که جفتشون چند مرد حلاجن و چند قضه با هم دیگه سر و سر دارن. آخه از کجا؟ اونش با نرگس خانم. دی بله اونش دیگه با من. از یه نگاه زیر زیر کشونم که باشد میفهمم چی به چیست. از این گذشته به رقاصی وا میدارمش، به لبندی وا میدارمش که بفهمیم این آکله چی دارد که شوهرای ما رو اینجوری سر به هوا کرده است. خب بعدش؟ بعدش معلومه است. لوندیاشو ازش میدوزیم، آباس شوهرامون تقلیدشو میکنیم. مگه ما چیمون از اون کم تره؟ من میترسم اون روی فرهاد بالا بیاد. این کارو نکنیم نرگس. این کارو میکنیم. هر اتفاقی هم که افتاد پای خودم است. Thank you.
بیشتر مگه روش میشه آدم این قد 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 تو بالا رو بابام سخت ماشالله این ناز و ادا رو مامانم داده یادم آخ وقتی که میندازم لنگ لنگ که ابرو بارک از حوض چارتا میشه چشم یارو وقتی میکنم اینجور سینه ها مالرزون میبرم با اطبارم لرزونک رو از رو ادامه این یارو به من دایم میکنه حسادت اما این که با حال شر میتونی چه یه صدام بلنشون رو بلی نه پاشو من بلد نیستم نه نه چه هم بلد داره بلندش داره بلندش نه 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 شیم کیف میکردی؟ برای گامشه، گامشه، همه تون به من چه مردودست؟ یعنی چی؟ ناقافه برام کرد
شیرین جو قربونه دلم الان گریه نکن گریه نکن منم دلم میگیره بسس دیگه بسس پس چرا؟ چرا به این تلفن نزدی؟ نشد نتونستم پس من تو رو واسه چی فرستاده بودم تو اون خراب شده دفعه دیگه حتما میزنم و خبرت میکنم هر وقت که اومد با هر کی که اومد خبرت میکنم ببینم اشتباه که نکردی با دو تو چشای خودم دیدمش به خدا نایی سک مصاب تا حالا کدوم گوره سونی بودی ها؟ که منو زهر تمام کردی کدوم گوره سونی بودی؟ رفته بودم بگو تو که بلدی مثل ریک دروغ و دنبر سر هم کنی بگو رفته بودم لباس بچه بخرم کون لباس بچه ها؟ تو چرا با آدم اینطوری میکنی؟ اصلا این چند وقته جد شده سر من داد نکش تو داری داد میکشی صدا تو بیار پایین پری روز جلوی مردم سکه یه پولم کردی اینم از حالا کجا شدیدی؟ کون لباس بچه دست پیش گرفتی؟ من دست پیش گرفتم؟ اون زنی که این لکوته رو تو فروشگاه بغل دستت نشوندیش چی که من در نمیاد آواز این حرفا بگو کول باس بچه کجاست؟ من بازو باشی کسی اگه پاش بیافته گردن تا میشکنم بگو چه مرگته؟ من دیگه تو این خونه نمیمونم پاس زودتر گوره تو گم کن تا کفم پیچت نکردم و بیرونت ننداختم
صدا پیچید در گوش شمایل که دوران وفا افسوس بگذشت بگذشت سوالت خواهش میکنم بفرمی تو گلی که خود به دادم پیچ و تابش به آب دیدگونم دادم آبش به درگاه الهی که ای روا بود گل از مو دیگری گیره گلابش گل از ما دیگری گیره من غم بود محنت آرام بود سهم من از هستی ماتم بود این همه غم خوردم باز کم بود آخ که دلم تنگه آخ مگه دل سنگه زندگی با آدم صد رنگه عشق و وفاداری نیرنگه اگه کیا یا نباشه اگه وفادار نباشه اگه بازم میشه آدم هستی بیزار نباشه آخ که تو این زمون بازن مهربون با هر خوشیون بی فضونه واسه بی شکر هم نداره آدم وقتی زن خوب و همه ربونه داشتم به سر یا که میگفتم سر اب یخ یخ من نمیخوام
دنیا رو نگار یخ اون که هوای کارا داره آه که چه شیرین میکاره وقتی میگه جای آره یخ آخه خرجی نداره یخ کن دیگه با ایسی یک باید ایسی یک باید شخص بابا عجب خرشانسیه سارم خان میدونی یه چیزی رو باست بهت بگم ما نسی کاری خوشمون نمیاد داشت بولش نقده بابا که وقتی کار تموم شد وقتی کار تموم شد تو را کجا گیر میریم من گیرش میارم پس پای توه اگه کار اونجوری عذاب در بیاد که من فکرشو کردم سر تا پای همه تونو طلا میگیرم دختر اومد واردش کن سلام بفرمایید شیری یا روبا واسه تو شیرم و واسه خودم روبا زیاد احساسات به خرج نده بگو ببینم کار تمومه آره فکر میکنم تمومه خوبه فقط باید یه قولی بهم بدی چه قولی دخمله که یه چیکه خون از دماغ هیچ کدومشون نده خونش بابا کجاش خنده دار بود من دارم جدی میگم اگه غیر این بشه کاسه کوزتونو به هم میریزم قول میدم مامان مامان نه من خودم میرم مامان یا الله بهش تلفن بزن بیا و از خیرش بگذر یا الله الو سلام آره خودمم آره الان اینجاست ها خب معلومه با یه مرد تو از اینجا تکون نخور چشم به هم نزده اومدم بلش کن اما به شرط که سر و صدا را نندازی اگه صداش در اومد با یه ضربه کارشو تموم کن شما ها کی هستی؟ اولا سوال کردن موقوف دوما هر چی بهت میگم باز بکنی غیر این باشه مامانت نه به اون کاری نداشته باشی باشه در عوض با تو یه کار کوچولو داری چه کاری؟ یه چند دقیقه با اون بغل دستید عشق بازی میکنی شما ها دیوونه شدی؟ یا این کار میکنی یا مامان جونو ترس
اینا همش کلک بود. زن تو نجیب ترین زن دنیاست. اون تو این ویلا فقط با مادرش رفت آمد داشت. بیا تا حالیت کنم. بیا بس تو خیال میکردی که من بهت خیانت میکنم. آره نرگس خانم شما بگو، شما یه چیزی بگو. من سگ مصب که پاک گیت شدم. این دختر تای دلش رضایت نمیدادست، اما از قرار معلوم از اون باج خورش میترسیده است. او همه این حرفا کار خودش کرده به ما خبر داد. بله تفلکی شیری. خب الحمدلله شیری. شیری خوش تقصیر تو بود. ای وای خاک به تو سرم کنم. یه بخی یه کاری بکن. بخی برات کنم. پدر صاحب دختره دره بود مشبه جلو همه زیر سر اون پدر سوخته عینه کی بوده دیگه. آلا بخی چرا همه جو نشستی دختره بکن. خوش دید خوش کن بخی مرد بخی تنه لش خوش دیگه نمیخوام ببینم ات. سوار شو. نه
بهت میگم سوار شو. آخه وقتی بهت میگه سوار شو دیگه حرف از سوار شو ولی ممکنه بعدن پشیمون بشه. آخر تو نرگس خانم بارش چطوره؟ والا از شما چه پنهون گمونم سنگکوب کرده باشه. با. والا فقط دعا کن که سنگکوبش ناقص نباشه، کامل کامل باشه، که این آخر فیلمی اقلا ما هم دستمون به تو بشه. والا گوش کن لپ براد کن بیا جون لپ لیستم به خدا ببینم دوست داری بریم یه خود گاز بدیم یک گاز بدیم یک گاز بدیم گاز بده برو تو گاز بده برو